سلام عرض ادب و احترام امیدوارم که حالتون خوب باشه در این جلسه میخوام به صورت کوتاه اول یه استیبل ها رو بهتون بگم که چیجوری جوری هستن و به چه شکلی میتونیم ازش استفاده کنیم در جلسه آینده بریم سراغ صرافی ها چون ما میخوایم صرافی ها اکسچنج هامون رو با یک ارز ثابت شارژ کنیم ببینید استیبل کوین ها نوعی رمزرز هستن که همیشه ارزششون ثابته همیشه برای همیشه یک دلارن. هم. که برای حفظ داراییمون در مقابل نوسانات بازار میتونیم از اون استفاده کنیم یعنی شما وقتی میبینی نوسانات بیت کوین اتریوم داراییت زیاده همه رو میای تبدیل میکنی به تتر که ارزش سرمایت ثابت بمونه بعد که دیدی بازار دوباره تو وضعیت استیبلی قرار گرفت دوباره میای اونارو رو تبدیل میکنی به اون رمز ارزا استیبل کوین ها یک دارایی با پشتوانی ثابتن مثلا ارز عرض تتر ارزشش همیشه یک دلاره یا ارز دیجیتالی که به اسم پترو هست برای دولت ونزوئلا که برای اون مشکلات تورم و ایناش راه اندازی کرد که احتمالا ما هم بریم به این سم مجبوریم این کارو بکنیم اسمش پترو اونم هم همیشه ارزش یک دلاره برای جلوگیری از اون نوساناتی که خدمتتون ارز کردم ما چند تا استیبل کوین محبوب داریم که تو دنیا ازش استفاده میکنه یه یو اس دی تیه که خدمتون ارز کردم اسمش تتره محبوبیتش بالاست مزیتش مقبولیت بالا توی دنیا و جامعه است یعنی همه ازش استفاده میکنن همه میشناسنش و یکی از معایبش عدم شفافیت کافی در صورت مالی ببینید دوستان هر اگر هر یه دونه تتلی که داره به وجود میاد بابت هر اون یه دونه تتر باید یک دلار تو دنیا وجود داشته باشه یعنی الان ما وقتی هی داریم تتر ایجاد میکنیم بابت اونم باید یک دلار ایجاد کنیم این عدم شفافیت تو صورت مالی همون دلار است که آیا این همه تتری که ایجاد شده اون دلار پشتش هست یا نیست نمیشه ما یه دونه چیز بدون پشتوانه درست کنیم که بگیم همیشه یه دلار دیگه بابت اون یه دلار بودنه همیشه باید پشتش یه دونه دلار چاپ بشه یه دونه بی که اسمش بایننس دلاره محبوبیتش متوسط کارمزدش خیلی پایینه و ای بی هم توش من ندیدم یه ذره از نظر مقبولیت در وضعیت خوبی قرار نده یه دونه دیگه داریم USDC که بهش اصطلاح میگن USD کوین اونم محبوبیت بالایی داره اشکالش اینه که کارمزد شبکهش زیاده چرا که از شبکه اتریوم استفاده میکنه شبکه اتریوم کارمزد بالایی داره پس اگر بخوام یه بخش بندی براتون بکنم که چجوری جوری از این استفاده کنی و اول از کدوم ها استفاده کنی قطعا اول میگیم تتر در بستر TRC20 یعنی تتری که در بستر ترون TRC 20 یعنی بستر ترون اولین چیزی که میگیم تی آر تر... تتری که در بستر TRC 20 بعد میگیم بی USD. بعد میگیم تتری که در بستر اتریومه که فیش یه ذره بالاه بعد میگیم USDC اس پس ترتیب استفاده اینجوریه حالا بریم برای سال 2021 ببینیم ترتیب استفاده میتونه تغییر بکنه یا نه پس تو این جلسه با استیبل کن ها و محبوبیت ها آشنا شدیم که از کدوم ها استفاده کنیم اول از همه تتر در بستر ترون تا بریم در جلسه آینده یه اکسچنج رو با هم باز کنیم و با هم شروع کنیم بررسی کردن استیبل کن ها رو بعد قبلش میدونست